سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرزی همراه باشید با خبرهای امروز. یک مقام ایرانی میگوید 50 اثر باستانی از جمله مقبره زرتشت در استانی تخریب قرار دارد. محمد رضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت ضمن اشاره به کمبود توجه به آثار باستانی در 8 سال اخیر گفت: در 8 سال گذشته سازمان میراث فرهنگی تبدیل به یک مکان سیاسی برای رسیدن به اهداف برخی افراد شده بود که باعث شد این سازمان از نیل به هدف واقعی خود باز بماند. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با صدور پیامی خلع سلاح مقاومت را توهمی باطل دانسته و هشدار داده جمهوری اسلامی در زمان مناسب جام خشم خود را بر سر اسرائیل خالی خواهد کرد. خبرگزاری فارس با نادر دانستن این پیام اعلام کرده که شبکه خبری المیادین به نقل از سلیمانی نوشته جمهوری اسلامی لحظه ای از دفاع از مقاومت و دفاع از مردم فلسطین کوتاه نخواهد آمد. برخی محافظه‌کاران تندرو میگویند دولت روحانی برخلاف انتظار رهبر جمهوری اسلامی وارد بحران غزه نشده و دیپلماسی ضعیفی در این بحران به نمایش گذاشته شده است. در همین راستا سایت میدان 72 نزدیک به احمدی نژاد از کاهش کمک‌ها به لبنان و فلسطین در دولت روحانی خبر داده است. حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی در حد توان خود به مسئله فلسطین و غزه ورود پیدا خواهد کرد. در ادامه بحران غزه، حملات ارتش اسرائیل به یک مدرسه تحت حفاظت سازمان ملل و بازاری در بخش شجاعیه غزه دست کم 32 کشته و بیش از 250 زخمی بر جای گذاشت. در همین حال کابینه امنیتی اسرائیل پس از نشست 5 ساعته خود تصمیم به ادامه نبرد علیه نوار غزه گرفت. در جریان حمله هوایی اسرائیل به بازاری در غزه، دست کم 15 کشته و 150 نفر زخمی شدند. اشرف القادر سخنگوی خدمات اسرائیلی گفته است که اسرائیل یک بازار شروع را در شجاعیه هدف قرار داده است. شجاعیه بین شهر غزه و مرز اسرائیل است. این حمله پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل گفت برقراری یک آتش‌بس 4 ساعته را برای انتقال کمک‌های انسان دوستانه دنبال می‌کند. اما اسرائیل گفته که این آتش‌بس شامل مناطقی نمی شود که عملیات نظامی هم‌اکنون در آنها جریان دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که دود غلیظ ناشی از بمباران هوایی آسمان بازار شجاعیه را در بر گرفته بود، واحدهای امدادی فلسطینی برای انتقال جسدهای بجامانده و زخمی‌ها به بیمارستان‌ها به محل می شتافتند. گزارشگر این خبرگزاری از کشته یا زخمی شدن شدید فردی که جلیقه ویژه خبرنگاران را بر تن داشته خبر داده است. تلفات از میان خانواده‌هایی به بار آمد که از محله‌های بمباران شده غزه گریخته و به مؤسسات زیر پوشش سازمان ملل پناه بردند. اکثر 120 هزار نفر از مردم جبالیه در میان جابجا شدگان بحران جاری هستند. خلیل الحلبی، مسئول عملیاتی اون را در شمال غزه، به رویترز گفت این حمله 3000 نفر از پناهجویان در این مدرسه را زیر آتشباری گرفت. پیر کراهمبول، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان فلسطینی، نیز گفته که مدرسه جبالیا محلی برای اسکان آوارگان بوده و درباره وضعیت آن 17 بار با ارتش اسرائیل تماس گرفته شد که آخرین آن چند ساعت پیش از حمله بود. وی اظهار داشت: من از جامعه بین‌المللی می‌خواهم تا برای پایان دادن به این کشتارها اقدام عاجل سیاسی را در دستور کار خود قرار دهد. بانکمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، این حمله را به شدت محکوم کرده و گفته است که مقصران آن باید حساب پس بدهند. آقای بانکیمون که در کاستاریکا به سر می‌برد اظهار داشت صبح امروز یک مدرسه تحت نظارت سازمان ملل متحد که محل استقرار هزاران فلسطینی بود هدف یک حمله سزاوار سرزنش قرار گرفت. وی گفت که این حمله غیر قابل توجیه بوده
و مقصران آن باید حساب پس داده و محاکمه شوند. سازمان ملل تأکید کرد که این حمله 17مین تعرض به مدارس وابسته به این سازمان در طول این بحران بوده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در حمله به مدرسه ابو حسین دخیل نبوده است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل دوشنبه گفته بود حمله به بخشی از بیمارستان الشفا با اسرائیل ارتباطی ندارد. کریس کانس مسئول اونرا، نهاد ویژه سازمان ملل در امور کمک رسانی به فلسطینی ها، هنگام مصاحبه با شبکه الجزیره نتوانست جلوی گریه خود را بگیرد و این گفتگو ناتمام ماند. آقای گانس درباره گلوله‌باران یک مدرسه تحت نظر این سازمان در غزه سخن می گفت. در این حمله 15 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. تلفات بازار شجاعیه و مدرسه جبالیه و کشته شدن 5 عضو یک خانواده دیگر در جنوب غزه 8 مرداد را به یکی از پرطرفدارترین روزها در این بحران 23 روزه مبدل کرد. روزنامه‌های اسرائیلی روز چهارشنبه نوشتند که 400,000 نفر از 1,800,000 نفر جمعیت غزه از خانه‌های خود رفته و فاجعه‌ای در ابعاد چشمگیر رقم خورده است. با وجود حملات سنگین هوایی 23 روز اخیر، جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیل به تیم‌های راکتی حماس، این سازمان و برخی دیگر از گروه‌های فلسطینی تعرض‌های راکتی خود را نیز دنبال کردند. اسرائیل می‌گوید حملات راکتی این روز به کسی آسیب نرسانده و سامانه گنبد آهنین بخشی از راکت‌ها را در هوا ردگیری و شکار کرده است. اسرائیل می‌گوید از ابعاد حملات راکتی فلسطینی‌ها کاسته شده، اما تهدید تونل‌ها همچنان باقی است. در همین حال، یک مقام ارشد اسرائیلی اعلام کرد که کابینه اسرائیل به ارتش دستور داده تا حملات خود علیه حماس را تا نابودی کامل تونل‌ها ادامه دهد. در این گزارش آمده است که اسرائیل در مناطق بخصوصی که در آنجا درگیری وجود ندارد آتش‌بس موقت انسانی خواهد داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، نشست کابینه امنیتی حدود 5 ساعت به طول انجامیده بود. همچنین در این جلسه گفته شده که نخست وزیر اسرائیل با پیشنهاد کابینه امنیتی جهت ترور رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و معاون وی مخالفت کرده است. روزنامه اسرائیل یوم با بیان اینکه بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کابینه امنیتی جهت ترور خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و اسماعیل هنیه معاون وی را نپذیرفت، یادآور شد که یائیر لاپید وزیر دارایی اسرائیل پیشنهادی را به کابینه برای ترور رهبران حماس در دو شاخه سیاسی و نظامی آن ارائه کرده بود. در همین راستا گردان‌های قسام امروز پنجشنبه یک هلیکوپتر آپاچی اسرائیل را در غزه هدف قرار داده و آن را منهدم کردند. اسرائیل اعلام کرده است که این بالگرد در منطقه سدوت هنیگی به زمین افتاده است. همچنین شامگاه چهارشنبه گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس 5 فروند موشک از نوع M75 را به سوی تل آویو و چندین موشک گراد را به شهرک اوفیکیم شلیک کردند. در این میان منابع رسانه‌ای فلسطینی میگویند مصر و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان تلاش میکنند تا امروز پنجشنبه 9 مرداد نشستی در قاهره با شرکت نمایندگان ارشد سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی به ریاست جنبش فتح برای بررسی ابتکار عمل مصر در وادار کردن طرفین بحران به رعایت آتش‌بس پایدار برگزار کنند. اما محمد الدیف فرمانده یگانهای عزالدین القسام شاخه نظامی حماس سه شنبه شب در نخستین پیام ضبط شده خود
از محلی نامعلوم در غزه گفته بود تا رفع حصر کامل غزه و برخورداری مردم این باریکه از یک زندگی شرافتمندانه آتش بسی در کار نخواهد بود. وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به پیام محمد الدیف رسانه به رسانه‌های اسرائیل گفت فرمانده شبه نظامیان حماس با سپر قرار دادن غیر نظامیان غزه از مخفیگاه این پیام ها را می دهد. وزیر دارایی اسرائیل گفت دیر یا زود الدیف را مانند اسلاف او خواهیم کشت. از آغاز حملات اسرائیل در 8 ژوئیه 17 تیر ماه تا کنون 1283 نفر کشته و 7200 نفر زخمی شدند. کریس کان سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه اعلام کرد که در جنگ غزه 5 نفر از کارمندان سازمان ملل متحد نیز کشته شدند. در میان کارمندان کشته شده سازمان ملل 3 نفر معلم هستند. دولت اسرائیل هم اعلام کرده که تاکنون 53 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی در این جنگ کشته شدند. جنگ غزه طولانی ترین جنگ اسرائیل از سال 2006 میلادی تا کنون بوده است. خبرگزاری فارس خبر خود که اجباری کردن حجاب برای دانش آموزان دختر مقطع 5 ابتدایی به بالا از سوی داعش در سوریه را اقدامی قرون وسطایی خوانده بود حذف کرد. این خبرگزاری در خبر خود نوشته بود این تصمیم داعش خشم و عصبانیت مردم شهرهای تحت سیطره داعش را برانگیخته است. بازنشر عمومی این خبر در شبکه‌های اجتماعی باعث شد مسئولان این خبرگزاری اقدام به حذف آن کنند. در ایران سال‌هاست دختران از سن 9 سالگی باید حجاب اجباری داشته باشند. علی اکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفته است سالمسازی فضای کار زنان تبعیض جنسیتی یا تفکیک نیست و در این دیوان نیز این طرح به اجرا درآمده است. طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران بازتاب فراوانی در رسانه‌ها داشت و واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. محمد باقر قالیباف شهردار تهران از این طرح دفاع کرده و وزارت کار نیز گزارش‌ها درباره مخالفت دولت با توقف چنین طرحی را تکذیب کرده است. 2 روز پیش خبرگزاری تسنیم از اجرای این طرح در تحریریه این خبرگزاری خبر داده است. حسین احمدی نیاز یکی از وکلای دانش آموزان شین‌آبادی میگوید بیمه اعلام کرده است که به دلیل دختر بودن فقط حاضر به پرداخت نصف دیه صدمات وارد شده به این دانش آموزان است. وی از دانش آموزان شین‌آبادی به عنوان دختران مظلوم و ستم دیده نام برده و تاکید کرده است که وی و عثمان مزین دیگر وکیل این دانش آموزان به پرداخت نصف دیه به دلیل دختر بودن این دانش آموزان اعتراض دارند و قرار است به زودی طی یک نشست رسانه‌ای نسبت به این تبعیض به صورت قانونی اعتراض خود را اعلام کنند. 15 آذر ماه سال 91 بر اثر آتش سوزی ناشی از بخاری در کلاس درسی در روستا شین‌آباد 28 دختر دانش آموز این مدرسه دچار سوختگی شدید شدند و 2 تن از آنها نیز جان خود را از دست دادند. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تمرکز بیشتر دولت آمریکا بر مسئله حقوق بشر در ایران شد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه آمریکا خود ناقض حقوق بشر است گفته گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وجود تبعیض‌ها و محدودیت‌های مذهبی در ایران فاقد اعتبار است. اد رویس از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا که ریاست کمیته امور خارجه این مجلس را بر عهده دارد خواستار تمرکز بیشتر دولت آمریکا بر مسئله حقوق بشر در ایران شد. وی در این زمینه به ویژه به تعداد بالای آمار اعدام‌ها در ایران طی سال‌های گذشته و سلب آزادی‌های مذهبی توسط جمهوری اسلامی اشاره کرد. آقای رویس اظهار داشت در حالی که دولت آمریکا گفتگوی 5+1 با ایران را مدیریت می‌کند، من به عنوان عضوی از نهاد قانونگذاری آمریکا این نکته را به دولت اوباما یادآوری می‌کنم که آنچه باید به عنوان بخشی از یک فرایند گسترده مورد تمرکز قرار بگیرد، ترویج حقوق بشر در ایران است. وی افزود اگر دولتی در ایران داشتیم که حقوق مردم خود را محترم می‌شمرد،
و بعد بهبود زندگی آنان تاکید داشت، از جانب چنین رژیمی نگران نمی شدیم که بخواهد به گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپردازد. او ادامه داد: ولی اکنون ما در برابر شرایطی قرار گرفتیم که حکومتی در ایران است که تمرکزش به طور گسترده بر دکترین و دیدگاه تندرو استوار است و این به سود مردم ایران نیست. ادرویس گفت: از این رو من بر این باورم که ما باید به بحث در مورد حقوق بشر بپردازیم و بیشترین تلاشمان را برای بسیج جامعه جهانی به کار گیریم تا از این راه اطمینان یابیم که در آن کشور آزادی مذهب مستقر شود و اعدام‌ها پایان بگیرد. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه اضافه کرد که سال گذشته 750 اعدام در ایران انجام شد که واقعا تأسف انگیز و رقت‌آور است، به ویژه آنکه بیشتر این اعدام‌ها انگیزه های حقوق بشری داشته یا مربوط به آزادی مذهبی بوده است. دولت آمریکا 6 مرداد گزارش سالانه مربوط به آزادی های مذهبی در کشورهای جهان را منتشر کرد. در این گزارش از تشدید محدودیت ها بر مذاهب، نحوه مجازات ها، اشکالات فرایند دادرسی، وجوه انبوه زندانیان سیاسی در ایران انتقاد شده است. وزارت خارجه آمریکا هر سال نام کشورهایی را که در مورد آنها نگرانی ویژه یا جدی وجود دارد اعلام می کند و نام ایران از سال 1999 در میان این کشورها بوده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وجود تبعیض‌ها و محدودیت‌های مذهبی در ایران فاقد اعتبار است. مرضیه افغان گزارش وزارت خارجه آمریکا را در مورد آزادی‌های دینی در جهان از جمله ایران فاقد اعتبار دانست و آن را ابزاری به منظور اعمال فشار بر سایر کشورها توصیف کرد. افغان با رد این گزارش گفت: آمریکا خود یکی از بزرگترین ناقصان حقوق مذهبی در جهان است. سازمان‌های بین‌المللی بارها از جمهوری اسلامی ایران برای نقض حقوق اقلیت‌های دینی انتقاد کردند. در طی سال‌های پس از انقلاب چندین رهبر کلیسا در ایران کشته شدند و صدها مسیحی نیز تحت بازجویی بوده و زندانی شدند. چاپ کتاب‌های مقدس به زبان فارسی ممنوع شده و برخی از کلیساها تعطیل و از مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل آمده است. اخیراً نیز دادگاه انقلاب شیراز 15 شهروند بهائی را به اتهام جرایم امنیتی محکوم به زندان‌های تعلیقی و تعزیزی کرد. ده‌ها نفر از زرافشی گناه‌آبادی نیز در حال حاضر در ایران زندانی‌اند. معاون نخست وزیر ترکیه از خندیدن زنان انتقاد کرده و گفته آنها نباید در ملأ عام بخندند. بولنت آرینج همچنین از مکالمه طولانی زنان با تلفن‌های همراه انتقاد و از جذابیت‌های زنانه در محیط‌های عمومی ابراز ناخرسندی کرده است. وی گفته همه اینها نشانه فاسد شدن اخلاقی جامعه ترکیه است و باید ممنوع شود. صدها تن از زنان ترک در اعتراض به این سخنان عکس خنده‌هایشان را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر قرار دادند. اکمل الدین احسان اوغلو رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در مقابل گفته است ترکیه به هیچ چیز به اندازه خنده شادمانی زنان نیاز ندارد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند در پی افزایش این احتمال که گروه‌های اسلامی سلفی از 11 فروند هواپیمای در اختیار گرفته در فرودگاه لیبی برای حملات انتحاری استفاده کنند، کشورهای الجزایر، تونس و مغرب حالت فوق‌العاده اعلام کردند. بر اساس گزارش منابع اروپایی به احتمال زیاد افراد مسلح عمدن در این هواپیماها مواد منفجره قرار خواهند داد تا علیه اهداف مشخص شده استفاده کنند. جنگ داخلی در سوریه و فقر ناشی از آن موجب فعال شدن شبکه‌های قاچاق اعضا و فروش کلیه در میان آوارگان سوری شده است. میسون بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. جنگ داخلی در سوریه و طولانی شدن بحران در این کشور علاوه بر آسیب‌های اقتصادی در ابعاد گوناگون، آسیب‌های خاص خود رو در حوزه‌های دیگه هم روز به روز بیشتر نمایان می‌کنه، از جمله در حوزه آسیب‌های انسانی و اجتماعی. حالا جنگ و ویرانی و فقر ناشی از اون باعث به وجود آمدن شبکه‌های قاچاق اعضای انسان در میان سوری‌ها شده، موضوعی که اخیراً توجه زیادی رو به خودش جلب کرده، چرا که این امر روز به روز در حال گسترش هستش. در واقع فقر مضاعف در میان مردم و آوارگان سوری باعث شده که یا اونها به میل خود اقدام به فروش کلیه بکنن یا توسط باندهای مافیایی روبوده بشن و برای خالی ساختن کلیهشون به شکلی طعمه قرار بگیرن.
سوریایی که با فرار از جنگ این روزها به دیگر کشورها پناهنده میشن، اگر حتی خود از فرط فقر اقدام به فروش کلیه نکنن، هستن شبکه های مافیایی که به ویژه کودکان رو میربایند و پس از اون که کلیه هاشون رو طی عمل جرایی از بدن خارج کردن، اونها رو آزاد میکنن. به ویژه اخبار و گزارش ها در این زمینه اشاره داره به مناطق جنگ زده چون ادلب و شهر حلب و آوارگان این مناطق. اخیراً این موضوع در رسانه‌های لبنانی انعکاس زیادی داشته. کشور لبنان که بزرگترین جمعیت آوارگان سوری رو در خود جای داده و بیش از 1.5 میلیون سوری در این کشور پناه گرفتند و خب هر روز هم بر تعداد اونها افزوده میشه. شرط سخت زندگی و کمبود امکانات و به ویژه کمبود مواد غذایی و دارو همه و همه بخشی از مشکلات این آوارگان هستن که هر روز در جریان اخبارمون هستیم. مطبوعات لبنانی در این رابطه عنوان میکنند که فروش و یا قاچاق کلیه در میان سوری ها به امری رایج تبدیل شده. این گزارش ها همچنین عنوان میکنند مردمی که از فرط فقر و گرسنگی مجبور به فروش کلیه خودشون میشن، پس از اتمام پولشون به دلیل عدم شرایط مناسب بهداشتی و تغذیه مناسب اغلب جان خودشون رو از دست میدن. گفته شده رایج شدن این امر در میان سوری ها به حدی هستش که حتی عرضه بسیار بیشتر از تقاضای موجود هستش. در واقع روشن‌تر باید گفت که در شرایط کنونی مردم سوری از یک سو مورد تجاوز نیروهای بشار اسد قرار گرفتن و از دیگر سو قربانی باندهای قاچاق اعضا و خب فقر ناشی از این جنگ داخلی هر روز بیش از پیش به این موضوع دامن میزنه. هرچند کمک‌های بین‌المللی در این زمینه کم و بیش وجود داره، از جمله دو روز پیش در راستای کمک رسانی به این آوارگان اتحادیه اروپا کمک‌های خود به آوارگان سوری رو به میزان 235 میلیون دلار افزایش داد، اما به نظر نمی‌رسه در چنین شرایطی و در فقدان یک مکانیسم بین‌المللی برای پایان بحران سوریه این گونه کمک‌های اندک بتونه مشکل این آوارگان رو بهبود ببخشه. دولت روسیه میگوید تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه مسکو به خاطر بحران اوکراین به اتحادیه اروپا و آمریکا آسیب می‌رساند. وزیر خارجه روسیه در واکنش به فشارهای بین‌المللی در تحریم کشورش، کشورهای اروپایی را به افزایش بهای انرژی صادراتی تهدید کرد. سرگئی لاوروف گفت تحریم‌های کشورش با قوانین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد. اتحادیه اروپا 29 ژوئیه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه تصویب کرد که حوزه انرژی این کشور را هدف قرار می‌دهد. اندکی پس از آن نیز آمریکا هر گونه مبادلات مالی با 3 بانک دولتی روسیه را تحریم کرد. این تحریم‌ها به دلیل حمایت دولت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین است که با نیروهای دولت اوکراین در پیکارند. رهبر دفتر حزب رنسانس اسلامی تاجیکستان در بدخشان به جرم تحریک نفرت قومی و مذهبی به 5 سال زندان محکوم شد. سعادت شاه عدالت از حدود 4 ماه پیش بازداشت شده بود. وی تابستان گذشته از سوی یک مهاجم ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. حزب رنسانس اسلامی تاجیکستان تشکیل پرونده برای وی را دارای انگیزه های سیاسی دانسته است. حزب رنسانس اسلامی تاجیکستان تنها حزب اسلامی در آسیای میانه پس از سقوط جمهوری‌های شوروی سابق و در پارلمان این کشور دارای چند نماینده است. قرار است امشب پنجشنبه طوفان توییتری در حمایت از سبا آذرپیک و درخواست آزادی او برگزار شود. طوفان توییتری اصطلاحی است که در توییتر به استفاده همزمان از یک هشتگ ابداعی در ساعت و روز مشخص توسط تعدادی نامحدودی از کاربران اطلاق می شود. جمعی از روزنامه‌نگاران ایرانی و همکاران سبا آذرپیک از تمام کاربران توییتر درخواست کردند تا در ساعت 10 شب به وقت ایران طوفانی در توییتر به راه اندازند. همه کاربران توییتر می توانند با استفاده از هشتگ فری سبا به این طوفان بپیوندند. سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار ایرانی، 7 خرداد ماه در دفتر نشریه تجارت فردا دستگیر شد و بیش از 60 روز از بازداشت او می گذرد. هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی در دسترس نیست. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در طول مدت بازداشت این روزنامه‌نگار یک بار تماس تلفنی امکان پذیر شده است و پس از آن نیز هیچ تماس تلفنی صورت نگرفته است.
آذرپک در 29 و 30 خرداد ماه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه حاضر شد و به سوالات او در مورد پرونده‌اش پاسخ داد. گفتنی است این دادگاه بدون حضور وکیل وی برگزار شده است. در رویدادی دیگر مرتبط با حقوق بشر در ایران، 7 وکیل و مدافع حقوق دراویش گنابادی پیرو بی نتیجه ماندن رسیدگی قضایی به تخلفات محرز صورت گرفته در پرونده های دراویش گنابادی درخواست استرداد شکایت خود را به شعبه 10 دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ارسال کردند. به گزارش مجذوبان نور، این 7 درویش پیش از این در 2 نوبت به رفتارهای غیرقانونی و تخلفات قاضی صلواتی در مسیر رسیدگی به پرونده اعتراض کرده و گزارش تخلفات این قاضی را در قالب 2 نامه به دادسرای انتظامی قضات ارسال کرده بودند. اما شکایت اول ایشان با صدور قرار منع تعقیب برای قاضی یاد شده مواجه شد و شکایت دوم نیز پس از مدت‌ها همچنان بی نتیجه مانده است. دراویش امضا کننده در بخشی از این نامه نوشتند تا آن زمان که محاکم قضایی در دست قضات مستقل و عادل قرار گیرد، تقاضایمان بر تعقیب قانون‌گریزان و خاطیان را مسترد کرده و هر گونه اقدامی را موکول به زمانی خواهیم کرد که در نظام قضایی ایران واژگان عدالت، حق و غیره به حقیقت معنا داشته باشد. حسین میردامادی، پدر سراج الدین میردامادی که اخیراً به 6 سال زندان محکوم شد، با ابراز تأسف از صدور چنین حکم سنگینی میگوید: قاضی صلواتی در یکی از جلسات گفته بوده برخوردی با تو میکنیم که دیگران خیال به کشور برگشتن نکنند. آقای میردامادی گفته متاسفانه علی‌رغم وعده‌های مسئولین مبنی بر دعوت و استقبال از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن، ما با برخوردهای غیر اصولی و بی تدبیرانه مواجه هستیم. به گفته به این حکم اعتراض خواهد کرد. مجلس ایران طرحی در دست بررسی دارد که بر پایه آن سن رشد قانونی کمتر از 18 سال به رسمیت شناخته خواهد شد. نام این طرح حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام شده است. به گزارش ایسنا، الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران گفته است این طرح سن بلوغ برای دختران 9 و برای پسران 15 سال دانسته است. همچنین سن رشد قانونی تمام افرادی را که به سن 18 سال تمام نرسیدند در بر می‌گیرد. آمریکا شرکت‌های غربی را تشویق به فروش کالاهای انسان دوستانه به ایران می‌کند و در حال برداشتن موانع انجام چنین معاملاتی است. معاملات انسان دوستانه با ایران فروش آن دسته از کالاهایی است که در زمره مهمترین مایحتاج مردم از جمله نیازمندی‌های پزشکی آنان است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارشی منتشر کرده است درباره تلاشی که همکنون آمریکا برای فعال کردن معاملات انسان دوستانه با ایران می کند. این روزنامه می نویسد آمریکا زمانی تا جایی که امکان داشت زندگی را بر ایرانیان سخت کرده بود و حتی زمانی هم که یخ روابط دیپلماتیک میان ایران و غرب در آغاز سال 2014 رو به آب شدن گذاشت، نمایندگان بلندپایه دولت آمریکا به شرکت‌های اروپایی که می‌خواستند معاملات خود با ایران را از سر گیرند فشار می‌آوردند که عجله‌ای نداشته باشند. اما حال وضعیت تغییر کرده و آمریکا خواستار سرعت عمل است. به گزارش وال استریت جورنال، به تازگی نمایندگان دولت آمریکا با گروهی از شرکت‌های اروپایی تماس گرفتند و از آنها خواستند هر چه زودتر دارو و وسایل پزشکی به ایران بفروشند. این در حالی است که اروپایی‌ها تا چند ماه پیش به زحمت می‌توانستند وارد عرصه این بازار شوند. از جمله شرکت‌هایی که آمریکا با آنها تماس گرفته، شرکت‌های دارویی بایر و گلکسو اسمیت کلاین هستند و نیز شرکت زیمنز که تولید کننده قطعات تجهیزات پزشکی است. این موضوع را چند مدیر مربوط به این شرکت‌ها و یک نماینده دولت آمریکا تایید کردند. در همین رابطه یک نماینده دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است ما به اطلاع شرکت‌ها رسانده‌ایم که این کانال دوباره برایشان باز است. به گفته او دولت ایران شماری از شرکت‌های دارویی و پزشکی را نام برده که مایل است با آنها معامله کند.
به نوشته وال استریت جورنال، هدف آمریکا از نشان دادن نرمش این است که راه را برای توافق اتمی با ایران هموار کند و با این همه نگاهی به درخواست‌های جواز شرکت‌ها برای معامله با ایران نشان می‌دهد که تنها شمار کمی از آنها می‌خواهند یا می‌توانند از وضعیت کنونی به نفع خود استفاده کنند. بر اساس این گزارش، اگرچه بازار ایران مورد توجه و علاقه بسیاری از شرکت هاست، اما تنها تعداد بسیار کمی از آنها حاضرند به طور جدی وارد این معامله شوند. وال استریت جورنال به نقل از کارشناسان تجاری می نویسد رفع تحریمی که با بیمیلی صورت گرفته و پیچیدگی معامله با کشوری که بانک های بین المللی با آن به عنوان سمی نگاه می کنند راهی را که آمریکا برای 6 ماه معامله باز گذاشته چندان جذاب نمی سازد. آمریکا در این میان گام های دیگری نیز برای رفع چنین موانعی از سر راه بر می دارد. یک منبع مطلع به این روزنامه گفته است که آمریکا راه را برای چند بانک در سوئیس و ژاپن باز می کند تا به معاملات مربوط به کالاهای صادراتی انسان دوستانه رسیدگی کنند. همزمان قرار شده که ایران بتواند درآمد نفتی خود را صرف پرداخت خرید این کالاها کند. وال استریت جورنال می نویسد آمریکایی ها می خواهند حال که از تنش در روابط ایران و غرب کاسته شده از این راه نیت خوب خود را به نمایش بگذارند و هدف آن است که تاکید شود آمریکا و غرب هیچگاه نخواستند بر مردم ایران فشار بیاورند. ایالات متحده آمریکا در حالی برخی شرکت ها را به فروش کالاهای انسان دوستانه به ایران تشویق می کند که پیش از این برخی بانک های بزرگ مجبور شدند به دلیل نقض مقررات تحریم ها علیه ایران مجازات های سنگینی را بپردازند. به گفته تحلیلگران مجازاتی که این بانک ها تحمل کردند بسیار بیش از سودی بوده که طی همکاری خود به دست آوردند و بنابراین به دلیل تحریم ها همه شرکت های بزرگ ترجیح می دهند از هر گونه روابط تجاری با ایران حذر کنند. اما یک خبر در حوزه فناوری. یک مقام دولت بریتانیا اعلام کرد خودروهای بدون راننده از ژانویه سال آینده میلادی اجازه خواهند داشت که در چارچوب یک طرح آزمایشی در خیابان‌های این کشور حرکت کنند. ونیس کیبل، وزیر بازرگانی، نوآوری و مهارت‌ها گفته است این موضوع ضمن آنکه ما را در خط مقدم این فناوری قرار می‌دهد، فرصت‌های جدیدی را نیز بر روی اقتصاد و جامعه ما خواهد گشود. بر اساس این گزارش به وزارتخانه‌های زیر ربط نیز دستور داده شده است که برای فراهم ساختن دستورالعمل‌های مناسب برای اجرای این طرح در قوانین و تنظیمات جاده‌ای بریتانیا تجدید نظرهای لازم صورت دهند. با این خبر فناوری به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. دعوت می کنم بیننده برنامه صفحه 1 ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش می شود. شب و روز شما خوش.